برنامه خداوند بیندازم مهربان. سلام خدمت تمام شما دوستداران برنامه رسم زندگی. آرزومند استم خوب صحت و سلامت باشین و امروز که روز اخیر هفته است توانسته باشین کارهای خیلی نیک را در کنون گرم خانوادگیتان انجام داده باشین و روزهای قرنطینه را تا اینجا هم خیلی ها خوب سپری کرده باشین و گذشتانده باشین. بیایم که کرونا را جدی بگیریم و لطفاً در خانه هایتون باقی بمانید. دستانتون را هر روز به مدت 20 الی 30 ثانیه با آب پاک و صابون بشوین یا هم از مواد ضد عفونی کننده استفاده بکنین. خب بیننده های خوبمان، برنامه امروزی ما آغاز شد و چی خوب است یک یادگیری خیلی کوتاهی داشته باشم از پل های ارتباطی برنامه ما 48 کلید 47 و صفحه فیسبوک و برنامه. ما منتظر نظریات و دیدگاهتان هستیم و کوشش میکنیم مطابق همان نظریاتون بهترین ها را تقدیمتان بکنیم. تا نیم ساعت برنامه موضوع امروزی رسم زندگی برمیگرده بر دردهای ستون و فقرات. قرار است صحبتمون را داشته باشیم با جناب دکتر صاحب سید عبدالله احمدی که ایشان اسوسییت پروفسور امراض ارتوپدی و ستون فقرات هستند. در رابطه با این موضوع صحبتهایی می داشته باشند. اگر مشکل دارین یا هم سوال در ذهن دارین میتونین به شماره 02-220-93 به تماس شوین. هم در ابتدا میریم به طرف بسیه تصویری یا هم بسیه معلوماتی. دردهای ستون فقرات. ستون فقرات یک ساختار انباشته از سیوسی استخوان یا مهره است که از نخاع یا تروما در برابر آسیب محافظت می کند. استخوان‌های ستون فقرات به فرد اجازه می دهد که به طور مرتب خم و پیچ و تاب بخورد. هر منطقه ای از ستون فقرات یک نام و عملکرد خاص دارد. هنگامی که درد را در ستون فقرات خود احساس کنیم، سعی می کنیم این درد را درمان نماییم. بهتر است بر روی ستون فقرات تمرکز کنیم تا ببینیم در کدام نقطه از ستون فقرات خود احساس درد می کنیم و این درد با کدام ناحیه از اندامهایتان مرتبط است. حرکات و وضعیت‌های غلط بدن از شایع‌ترین علل درد در نقاط مختلف ستون فقرات هستند. خوشبختانه این گونه دردها اغلب با حرکات اصلاحی و ورزش درمانی تسکین پیدا می کنند. اما عوامل دیگر نیز وجود دارد که می تواند ستون بدن را دچار درد و آسیب حاد یا مزمن کند. در این گونه موارد علاوه بر اصلاح وضعیت‌های غلط، بیمار به توصیه ها و روش های درمانی دکتر متخصص نیز احتیاج پیدا می کند. اگر درد ستون فقرات حاد یا شدید باشد یا اگر از زمان شروع آن 3 روز می گذرد و همچنان درد وجود دارد، فرد باید به دکتر مراجعه کند. در این موارد باید از خود درمانی امتناع کرد و هرچی سریع تر مشکل را با دکتر در میان گذاشت. بسته تصویری یا هم بسته معلوماتی که ارتباط داشت با موضوع امروزی رسم زندگی دیدیم و دانستیم. پس چه خوب است صحبتمون را داشته باشیم با دکتر صاحب. سلام دکتر صاحب، خیلی خوش اومدین، به دست ششتون بخیر. تشکر، سلامت باشین. در قدم نخست سلام خدمت شما و سلام خدمت دوستان در کارهای برنامه شما و همچنان یک سلام ویژه خدمت تمام بیننده عزیز شما تقدیم. سلامت باشین دکتر صاحب، ممنونتون بابت اینکه دعوتمون رو پذیرفتون، حضور پیدا کردین در برنامه امروزیمون. از موضوعی که قرار است من شما روش بحث داشته باشیم برمیگرده بر دردهای ستون و فقرات. پس شما باز دکتر صاحب اگر در ابتدا یک معلومات کلی داشته باشین بعد میریم به طرف دیگر پرسش ها. اما طور که از نامش پیداست ستون فقرات یا برش سپاین میگن با اصطلاح طبیش، این متشکل از قسمت‌های متفاوت است. میخوام کمی ساده تری را بگویم. شامل مهره های گردن، مهره های قفس صدری یا ستون فقرات ناحیه صدری یا سینه که برش میگن، ناحیه ستون فقرات کمر و بعد از اون ناحیه ستون فقرات لگند خاصره و در اخیر چند موری کوچک دیگه به هم چسبیدی ستون که تلبون یا به اصطلاح ساده تر دمغوزه برش میگن، ای به این بخش ها تقسیم بشه. از مهره های دوم گردن شروع تا به نهایت مهره های ستون فقرات ناحیه کمر که برش L5-S1 میگنده، در هر مسافت دو مهره یک ساختمان دیگه وجود داره به نام دسک که این دسک از دو قسمت، یک قسمت محیطی تشکیل شده که از فایبر متشکل می باشه و قسمت مرکزی از او که جلی مانند است و
استیلای تیبیش به نام نیکلیوس پلپوس است از این تشکیل شده. و خود ستون فقرات وقتی که شما بیاین قسمت های بارز های دیگه زیر ببینید که یک قسمت پیش رو یا قدامی برش میگن و یک قسمت خلفی و دو قسمت جنبیش که بیشتر از این دردها از قسمت خلفی یا عقبی از این منشأ میگیره. دوج یک بارزه طولانی است که به نام پروسوس اسپینوسوس یا بارزه ستون فقرات برش یاد میکنه و بعد از او یک قسمت دیگه از این است که دو مهره را با هم دیگر وصل میسازه که به نام مفصل بین دو مهره یا فصل جاینت برش یاد میکنن که با موجودت همین ساختمان ها و اربطه های کنار با هم دیگر وصل میسازن ما حرکاتی که خدا بخواهیم خم بکنیم، راست بکنیم یا پشت سر خم بکنیم یا به بغل خم بکنیم این با آسانی با موجودت همین مفصل ها و همین ربات هایی که دیگر با وصل میسازه و همچنان دسکای بین الفقری ما میتونیم با آسانی انجام. خیلی خوب دکتر صاحب. خب حالا دکتر صاحب میخوایم بپردازیم روی علل و حامل یا همچی فاکتورهای مساعد کننده وجود دارد تا در ستون فقرات درد به وجود میاد. اگر بیایم یک بحث بسیار خلاص داشته باشیم چون اگر بالای هر درد هر ساختمان از اینکه اسبابش صحبت کنیم شاید وقت خیلی زیاد بگیریم. بیشتر دردهای ستون فقرات در ناحیه ستون فقرات کمر یا لمبر یا که ما شما باسنی برش میگیم نهایت ستون فقرات بالاتر یا دست خود اگه میبریم به کمر خود همیجا است که پنج مهره است. هر مهره ستون فقرات و هر دسک بنابر مو توانایی هر شخص میتونه که یک فشار برداره. وقتی که از این فشار بیشتر میشه و بیشتر که ما شما از دسک صحبت کردیم سبب میشه که بالای دسکا فشار وارد شود و فشار متواتر و حتی فشار یک دمی هم سبب میشه تا این دسک پاره شوه یا قسمت محیطی ازی پاره شوه و ساختمان مرکزی ازی به داخل کانال را پیدا بکنه که یکی از اسباب معمول درد کمر است. بله. اگر بیایم سر یک سبب دیگه ازی فکر بکنیم که بعضی از ربات ها که به نام ربات زرد یا یلو لگمنت یا لگمنت فلاون برش میگه در اشخاص و افرادی که سن بیشتر دارن خصوصا مصاب به مرض شکر می باشن سبب میشه که همین ساختمانی که ما بیشتر نامگیر شدم به نام اربطه زرد یا یلو لگمنت و اصطلاح لاتینیش به نام لگمنتم فلاوم است این نسبت به حالت ابتدایی بیشتر توسع پیدا میکنه یعنی بزرگ میشه که بزرگ میشه هم بزرگی سبب میشه که کانال ستون فقرات خرد بسازه یعنی محیط خرد بسازه و فشار بالای نخا وارد بکنه و درد کمر ایجاد بکنه. مفصل هایی که پیشتر از یادآور شدم که به نام فست جاینت یاد میشه زمانی که بنابر عوامل مختلفی که یک از زیره میشه ما التهاب خود این مفصل ها یادآور شدیم این هم یکی از اسباب معمول درد کمر است. عضلات ناحیه ستون فقرات که یک قسمت ازی و خود هر بارزه ستون فقرات وصل است نابسامانی های نمی عضلات هم سبب میشه که یک شخص احساس درد کمر بکنه. اگر میشه به طور خلاصه بگویم درد کمر تنها به این نمیشه که ما با بلند نمودن یک شی وزبین یا یک وزن ثقیل او برای خود تلقین کنیم که این تنها همین سببش بوده. طبعا که وزن ثقیل یکی از اسباب معمول و عمدهش است. اسباب دیگه هم داره که امراض متمم سن پیشرفته سوء اشکال ستون فقرات تروماها یا ضربه مستقیمی که در ناحیه وارد میشه اینا هم میشه که از جمله درد ستون فقرات میشه. دقیقاً دکتر صاحب. خب شما حیزان بیننده اگر مشکل دارین میتونین به شماره 0220293 به تماس شوین. اما فعلا وقفه خیلی کوتاه دوباره برمیگردیم تا پایان برنامه بیننده برنامه خودتان باشه. ما
بازم برگشتیم با شما حیزان هستیم. در ادامه رسم زندگی میتونین تماس بگیرین، نظریات دیدگاهتون را بفرستین از طریق پل‌های ارتباطی برنامه رسم زندگی 48 کلید 47 صفحه فیسبوک و برنامه، و همچنان نظر و موضوع برنامه میتونین به شماره 02-220-93 به تماس شوین. فعلا البته صحبتمون را ادامه میدیم با جناب دکتر صاحب. خب دکتر صاحب، از علل و حاملش همچنان اشاره کردین، ولی زمانی که ما شما یا بعضی از هموطنانمون کسانی که دچار بعضی از مشکلات در ناحیه ستون فقراتشون شدن، از یک درد دهان نشانه را میبینن یا هم مشاهده میکنن، پس چه خوب است اگر از اعراض و علائمش همچنان بیشتر شما بگوین تا هموطنان رو آگاه شوند، چون درست تفکیک کرده بتونن. دردهای ستون فقرات خصوصا در ناحیه ستون فقرات کمر، سببی که یا عواملی که سبب درد شده، نظر به او اعراض علائم قابل مشاهده است. اگر یک دسک بین الفقری که پیشتر ما زیاد آور شاومی مثال را پیدا بکنه به داخل کانال و یک طرف عصب تحت فشار قرار بده، بر علاوه که ما یک احساس درد در کمر داریم، یک احساس نارامی یا درد یا یک احساس بخت گرفتگی به یک طرف قدم خود هم می داشته باشه که از این بالا شروع میشه تا خود انگشتای ما در بعض موارد، یعنی نظر به مسافش فرق میکنه، ما احساس میکنیم. در راگشتن که وقتی که ما اگر خود امو کانال ستون فقرات خرد شده باشه و فشار بالای نخا وارد کنه، در هنگام راگشتن ما احساس ضعیفی در طرف پای خود میکنیم. در بعض موارد با حتی بی‌حسی را سبب میشه و حتی از او بیشتر ما نمیتونیم که درست از قدم خود استفاده کنیم. وقتی که قدم خود بلند میکنیم، شکل افتیده را برای خود میگیره که به نام دراپ فوت یاد میشه. اینمی عوامل، اینمی مشاهداتی که یک مریض میداشته باشه، ایجاب میکنه که باید زودتر به دکتر مراجعه. لیکن زمانی که ما یک درد عادی میداشته باشیم و این درد یک موضوعی میباشه، یعنی در یک نقطه میباشه، میشه که ما صبر بکنیم، با استفاده از توکرای گرب سرد او را اگر تسکین بتیم، یا از دوای ابتدایی که در خانه داریم برای ضد درد از او، یا از غذایی که سبب رفع درد میشه یا آرامش میشه، خصوصا غذای گرم، از او استفاده بکنیم، این جا داره. لیکن اگر ما یک اعراض و علائمی در یک طرف قدم خود یا دو طرفه احساس میکنیم و نمیتونیم که در حدود مثال 300 قدم با آسانی صحبت بگردیم، یا خب دکتر صاحب چون تماس داریم صحبتمون را ادامه میدیم بعد از پاسخ تماس. بله سلام، وقتتون بخیر. علیکم سلام. علیکم سلام، خوب صحت و سلامت هستین؟ بفرمایید که از کجا تماس گرفتین، سوالتون را بپرسین. زنده باشین، از میدان اوی کابل با تماس شدیم. سلام را به دکتر محترم تقدیم میکنم. سبا بخشین مشکل من این بود که پیشی بله آمده بودم، کمر ما درد میکنم و همچنان کفای پای ما که میگردم درد میکنم، مستان مثل که مخصوص میرسه و همچنان درد میکنم و صبح هم میه، گرم هم میه. اگر که دکتر صاحب اکثار دید در اکسای اکسری کنی چی دادی تو خورا مشکل نیست در پرستش دارین دکتر سر؟ و بعد گفت پورت رو مقصد تنبیل گفت خوب میشی و بعد همچنان متاسفانه خوب نشدم از دکتر سر باز در مشوره میخواستم بسیار بباشیم بسیار بباشیم. خواهش میکنم، وقتتون بخیر، خدا نگهدارتون، بیننده برنامه باشین، جواب سوالتون را دریافت میکنین. یک نکته را که مکررا تکرار کردیم بر تمام شما دوستانی که تماس میگیرین، قبل از اینکه تماس بگیرین موقعیت هم مکان مناسب را انتخاب بکنین و آوازمون را از طریق تلفن های همراهتون بشنوین و صداهای تلویزیونیتون را پخش بکنین. بفرمایید دکتر صاحب. گفتنی ما به برادر محترم ایسی تبن اینا نزد دکتر صاحبی که مراجعه کردن و برای اینا سفارش شده که باید سپورت بکنن، دکتر صاحبی که برای سفارش توصیه کردن طبعا برای زیاد من گفته که در چی مدت زمان ای سپورت برای زیاد مفید واقع میشه. ما در بعض موارد وقتی که برای مریضای خود سپورت سفارش میکنیم، ای انجام ای سپورت در طول یک هفته و دو هفته اوقدر مفید واقع نمیشه. یعنی ای سپورت باید دوامدار باشه که در بعض مشکلات حتی 3 تا 6 ماه حتی 9 ماه یک سال هم در بر میگیره که ورزش های معمولی که سبب تقوی ساختمان ناحیه شوه و درد ناحیه را رفع بسازه. یک چیز دیگری که برادر شاکی بده زو از سوزش کف پای خود، سوزش کف پای هم اسباب خیلی زیاده داره که ما سر از او بحث بکنیم، لیکن برای تشخیص ازی
ابتدا بعضی از معاینات انجام میشه که در صورت تغییر در اون معاینات طبعا که دوا برای مریض ها توصیه میشه. لیکن اگر تغییر در معاینات هم نباشه، بعدا احساس میشه که خود قدم از این در فصلی که ما قرار داریم یا با بوتی که اینا میپوشن سازگار نیست، که اینا میتونن با تبدیل نمودن کفشای خود یک احساس آرامش در قدم های خود احساس بود. و اگر این درد از یا سبب میشه که حتی در گشتن یا بیشتر از 300 قدم اینا قدم زدن نمیتونن یا در هنگام راه گشتن احساس درد و کرختی و بی‌حسی میکنن در قدم خود، بزون نشان دهنده یک مشکل جدی است که اینا دوباره به دکتر خود بر بگردن تا اونا اثر اینا را ببینن، مورد ارزیابی قرار بده. اگر مشکل به طرف وخامت روان باشه، باز باید او زود مورد تداوی قرار بگیره، که تداوی از قدم های متفاوت دارم. قدم ابتداییش تمرین است، بعدا تمرین جمع دوا است و در اخیر عملیات است که انشالله یه هموطن ما بدون ازی که به طرف عملیات برن با تمرین جمع دوا خوب شد. بله، باز هم تماس داریم ببینیم کدام هموطن ما از کجا تماس گرفتن. بله سلام، خوب هستین ستمن؟ سلام علیکم، خوب است، بخیر است. علیکم سلام، زنده و سلامت باشین. بفرمایید که از کجا تماس گرفتین؟ عبدالخیلی هستم، از بغلان تماس گرفتم. سلام خواهد بود دکتر محترم. سلامت باشین، بفرمایید پرسشتان را مطرح بکنین. مثال باشین، ما دکتر صاحب سوال داشتم. ما سه سال پیش کمرم شکسته بود، باز کمرم سیخ پیکله، بازنهای سیخ پیکله. حال فعلا ما در باز در کنترول نیست، ادرار در کنترول نیست دیگه. نوکای پنجه تا ایرا رسته نمیدارم، سر پنجه فشار که میده پنجه وزن وزنشته نمیدارم دیگه. سیخ تگرم، یک سیخ هم دست میگرم و چند بار رکاول همان پیشن داختره ایگه اینا بکن که اگه عملیه چی تو فرض میشه تو میشه دارم تگر من مام دیگه باش بگو داختره تو چی نظر دارم. پرسش دارین دکتر صاحب؟ وقتتون بخیر، خدا نگهدارتون. بیننده برنامه باشین، جواب سوالتون را دریافت میکنین. بفرمایید دکتر صاحب. قرار حکایی از برادر بعد از یک حادثه سبب میشه که ستون فقرات از یا ضربه ببینه و بعدا به کابل حتما آمدن یا هر جای دیگه که عملیات شده و به فرموده خودشون سیخ تر شده و به اصطلاح طبی ما تثبیت شده خود ستون فقرات از یا و فعلا هم مشکل عدم کنترل دارن، خصوصا در معاصرات یا در نواحی خیلی اساس. زمانی که یک ستون فقرات ضربه میبینه، از روی عکس های ابتدایی که نزد مریض گرفته میشه، خصوصا امارای سنجش میشه که به چی اندازه همین طرف پایین از ضربه مثال بعد از تداوی خوب میشه. 8 ساعت اول به نام وقت طلایی مینامند، که این وقت طلایی معنیش است که باید در 8 ساعت اول اینا عملیات شد. در صورت که از 8 ساعت اول میگذره، متاسفانه نتیجه عملیات او قدر موثر نمی باشه و او 8 ساعت اول هم طور نیست که 100% کسی نتیجه ببینه. این قرار عملیات هایی که صورت گرفته و تحقیقاتی که انجام شده نشان داده که 8 ساعت اول اوقات طلایی است. ما به برادر خود که گفتن دردم داره چون 3 سال شده اینا، حالی میتونن به راحتی هم سیخی که در ستون فقراتشان است نزد دکتر صاحبای ارتوپدی ستون فقرات مراجعه بکنن تا تثبیت شود که سیخ آیا نواحی که سیخ تیر شده خوب شده یا جوش کده. حتما که جوش کده اگر سبب درد می باشه میکشن. لیکن مشکلات پیش آمده عدم اقتدار، خصوصا عدم اقتدار معاصره که اینا گفتن اونا شاید ادرار خود نگاه نتونن و بعضی موارد اساس دیگه خود، متاسفانه او زمانگیر است. احتمال میره که خوب شوه و احتمال هم میره که هیچ خوب نشه. بنان پیش از این مریضا دکتر همیش منتظر وقت است و اکثرا ارتباط میگیره به چانس خود مریض که و ما امیدوار هستم که اینا دوباره خوب شوند، سر پای خود بیستن و زندگی روزمره خود به صورت عادیش پیش بره. انشالله که جور ساعت من میشن. خب دکتر صاحب، پس اندازه‌گیری درد در وجود یک هموطن اشاره بکنین، بخصوص افراد اشخاص یا هم کسانی که از ناحیه ستون فقراتشون بیشتر شکایت میکنن. از اندازه‌گیری درد گفتین،
کشورهای متفاوت که صاحب بخش علمی خوب و موثر هستند درد را به فرمولای متفاوت تعریف کردن و از روی همو فرمولا اندازه میکنن. من میخوایم از طریق تلویزیون شما اندازه گیری معمولی که در دنیا معمول است برام بحث یاد میشه و بجوال انالوگسکل برش میگم. ای شما وقتی که صفره نقطه صفره که هیچ درد نگوین آرامش بگوین و نقطه داره یا همو در خطکش اگر داره همو بیشترین درد یا شدیدترین درد حساب کنین، از اون طریق از مریض پرسان میکنین که بین صفر و ده درد شما در کدام اندازه است. وقتی که درد شما متوسط باشه، بیشتر باشه، کمتر باشه، یک شماره را از این انتخاب میکنین. باز با آسانی گفته میشه که درد مریض بینی اندازه است و دکتر صاحبایی که در هر بخش باشن، خصوصا بخش ارتوپدی که بیشتر از این فرمول استفاده میشه، اونا دیگه به اندازه درد رسیدن که این مریض ما یک درد متوسط داره، خفیف داره، یا درد نسبتا شدید داره، یا فوق العاده شدید داره. اینا میتونه که از روی اهمی اندازه گیری سنجش بکنه و نزد مریضایی که این درد اندازه گیری میشه بنابر اینمی اندازه درد دوا هم توصیه میشه. اگر درد شدید باشه دوای قوی تر متوسط باشه. سلامت باشین دکتر صاحب جان، سپاس از اینکه تشریف آوردین در برنامه امروزی ما. از شما همچنان تشکر که ما را دعوت کردید. سلامت باشین. خب بیننده های عزیز، جناب دکتر صاحب توصیه هایی لازم را بر شما یک به یک کرده بیان کرد. با امید اینکه تطبیق داشته باشین در زندگیتون تا یک فرد صحتمند همچنان باقی بمونید در تمام هر سهایتون که شما میتوانید یک فرد موفق همچنان باشین. تا برنامه بعد، خداوند حفظ و نگهدار همگی ما و شما. جمعی خوب و خوش داشته باشین در کنار فامیلیتون.